سلام برای تحول ما محمد نصیر فیاض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. پیگیری حل تنش‌ها یا منازعات از طریق شورا در افغانستان یک بحث است که تا حدود خیلی ها با آشنایی دارن، مخصوصا کسایی که از زمان ایجاد شوراها در حکومت دکتر نجیب مخصوصا بودن، زنده بودن و شاهد وضعیت بودن. شوراهای محلی بر ارتباط با مجاهدین که میخواین بیاین به حکومت، بعدش با شورا در سطح کلان و این سلسله شوراها که هیچ نتیجه هم نداشت، فقط یک رویکرد سیاسی بود و تصمیمات نهایی در خود حکومت گرفته میشد، تا به امروز عملا ادامه پیدا کرد. شورای عالی صلح در حکومت آقای کرزی، اما کارایی شوراها جز مصرف میلیون ها دلار پول گزاف و ماشای بلند دلاری چیزی در پی نداشت. به تعقیب از این، شورای عالی مصالحه یک تایتل تبدیل شد و حکومت ظاهرا قیچی شد و در رأسش آقای عبدالله به نام شورای عالی مصالحه. اما شورای عالی مصالحه هم کار کرده که حداقل اقناع را در بسطول ایجاد کنه در پی نداشت و فقط یک سمبول بود مصرف پولهای بادآورده جامعه بین المللی با ماشای خیلی گزاف و یک حجم خیلی گزاف از مشاورینه که هیچ گاهی با اونا مشوره نشده و هیچ گاهی هم مشوره نمیشه و یک تعداد کسای دیگه که در خود شورای عالی مصالحه بودن. حالا در کنار از یک بحث دیگه پیدا شد، شورای عالی تصمیم گیری در رأس دولت. بحث های متعددی از جانب رهبرای سیاسی در ارتباط به او شکل گرفت و تا حد امیدواری پیدا شد که ممکنی شورا بتانه حداقل صلاحیت های را در ارتباط به پیگیری بحث صلح داشته باشه. اما آنچه که بیشتر مورد انتقاد است، بازم سمبولی خواندن این شورا در نقش مشاوره است. شورای عالی دولت که هنوز ایجاد نشده و قرار است بین سیاسیون ناراض و سیاسیون راضی از حکومت شکل بگیره، چی ماهیت خواهد داشت؟ صرف یک نماد مثل شورای عالی مصالحه با جنبه سمبولیک خواهد داشت یا توانمندی تصمیمات کلان را در قبال صلح همچنان خواهد داشت؟ میخوایم این مسئله را امشب سرش بحث بکنیم و از زوایای مختلف که این شورا ایجاد میشه، صلاحیت های چی خواهد بود و رئیس جمهور تا چی میزانه به تصمیماتی که در شورا گرفته میشه تمکین خواهد داشت. اگر نقش شورا معزن مصالحه است، پس تصمیم گیرنده حکومت است و مطابق صلاحیت هایی که ارگ همیشه از بود قانون اساسی افغانستان رو مطرح میکنه تصمیم نهایی رئیس جمهور خواهد گرفت. در بحث امشب با ما آقای جریر از عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان، همون جریر هستند، آقای خپلواک همچنان از شورای عالی مصالحه هستند، آقای رحمانی، آقای رابط بلنان از آمریکا و آقای سیرت صدران از هالند در گریه سیاسی. اما قبل از اینکه با مهمانان بریم، یک گزارش کوتاه مرتبط از شورای عالی دولت که قرار است این روزها اعلام شود، اما پرسش های مطرح است که این شورا چه کارهایی را انجام خواهد داد؟ آیا فیصله های این شورا عملی است و تصمیم گیرنده نهایی در این شورا چه کسی خواهد بود؟ منابع در حکومت میگویند که اعضای این شورا در مسائل مهم از جمله جنگ، صلح و سیاست خارجی بر رئیس جمهور غنی مشوره می دهند و رئیس جمهور غنی بر بنیاد این مشوره ها تصمیم خواهد گرفت. شورای مشورتی است. با دولت و ارگانهای مربوطه، رئیس جمهور و دیگرش راجع به موضوعاتی که در جنده گرفته میشه صحبت میشه، باز یک نتیجه گیری میشه و او را سفارش میکنه برای ریاست دولت. اما شماری از سیاستگران به این باورند که فیصله های شورای عالی دولت باید عملی و اجرایی باشد. در غیر آن ایجاد این شورا کمک به حل چالش ها نخواهد کرد. اگه باید چه عملی و برنامه‌لری او هغه باید چې اجرایوي بڼه ولري تر څو چې د افغانستان خلک وکولی سي چې دغه ناخوالې په افغانستان کې اوس لرو صادقانه د دې ناخوالو جلوګیري وسي. ډېره شورای عالی دولت نه، بلکې شورای معاملې دولت نامه شه بمانه مردم. با این حال حکومت میگوید که شورای عالی دولت نقش مشورتی دارد و به زودی با تمام جزئیات و چگونگی صلاحیت هایش به گونه رسمی اعلام خواهد شد. د شورا پاړه باندې ټول تصامیم نهایی سوی دی. د شورا اعضا د 1550 په منځ کې دی او دا شورا به د افغانستان حکومت پر مهمو مسایلو باندې مشوره ورکوي.
هرچند پیشتر از شامل بودن نامهای 18 تن به شمول 4 زن در ترکیب این شورا گزارش شده است، اما اکنون منابع میگویند که نامهای چند تن دیگر نیز به این فهرست افزوده خواهد شد و درباره برگزاری نخستین نشست این شورا نیز ریزنی ها جریان دارد. دوباره خوش آمدین بحث با آقای جریر پیگیری میکنیم. خوش آمدید میگم شما را آقای جریر بر بحث و پرسش نخست ما یک گفتگو با آقای حکمتیار داشتیم چند روز پیش و اونا از یک ترکیب 8 نفری و تعهد رئیس جمهور و موضوعات مرتبطی که شما حضور داشتین صحبت کرد. حالا این بحث ها فقط هم با آقای سرخ و سبز بود که آقای غنی برای آقای حکمتیار نشان داده یا چی شد و ترکیب 8 نفری؟ بسیار تشکر از شما جناب آقای فیاض. عرض ادب و سلام دارم به بینندگان محترم تلویزیون وزین شما. بله، در جلسه مشترک جناب رئیس جمهور محترم حکمتیار صاحب و محترم حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان، بحث با وجود آمدن یک شورای تصمیم گیری با صلاحیت شده بود و این هم فیصله شده بود که شاملینش 8 نفر باشد. واقعیت ایست که حزب اسلامی با دولت مشکلاتی داشت، تا هنوز هم داره. مشکلات ما پابرجاست، ولی در اون مجلس حکمتیار صاحب رهبر محترم حزب اسلامی افغانستان فقط به خاطر بحث روی مسائل صلح و ای که این کشور چگونه از این بحران فعلی نجات پیدا کنه به او جلسه رفته بود، بحث در ارتباط انجام شد. ما فکر میکردیم و فکر میکنیم که به خاطر صلح باید ما تمام جناها چه مخالف دولت هستند، چه در درون دولت هستند، چه خود دولت باید یک طرح واحد داشته باشند. همچنان یک اجماع سیاسی در رابطه با صلح وجود داشته باشد، یک مرجع تصمیم گیری واحد وجود داشته باشد. و او شب بحثا بر محور امی مسئله بود، ولی به هر صورت حالی که میبینیم دولت نمیتونه بر او تعهداتش استادگی کنه، حزب ترجیح میده که در این شورا حضور نداشته باشد و ما در دولت نبودیم، حالا نیستیم و در شورای عالی دولت هم شرکت نمی کنیم. اما در مسائل صلح و خاطر به وجود آوردن یک اجماع سیاسی و خاطر ای که تمام جناح‌های سیاسی چه دولت و چه احزاب باید یک طرح واحد داشته باشند، در این رابطه حزب از هیچ گونه همکاری و تلاشی دریغ نمی کنه. این شورا شورای مشورتی خوانده شده است، ظاهراً برای جمهور مشوره میده در امور صلح. فکر میکنین که با توجه به موقعیت این شورا از بود صلاحیت و با توجه به وجود یک شورای کلانتر به نام شورای عالی مصالحه، همزمان این شورا شکل بگیره و این اعضایی که اعلام شده گردی شورا بیاین یا نه؟ من فکر میکنم شورا به خاطر عزیز که مشوره بده، اما رئیس جمهور باید ملزم به تعمیل این مشوره ها باشه و فیصله‌ای که در این شورا میشه باید فیصله نهایی باشه. اولین باری است که تجربه تکرار میشه که رئیس جمهور مشوره ها رو میگیره ولی آنچه که دلش خواست عمل میکنه. خب این یک تجربه جدیدی است، نمیفهمم که نامش چه باید بگذاریم. به هر صورت من فکر میکنم شورای عالی مصالحه جزوی از دولت هست و حالی که دولت تصمیم گرفته شورای کلانتر داشته باشه. آقا جی بس ما این است که حکومت دنبال اجماع است و جامعه بین المللی در ایالات متحده آمریکا هم در تلاش ایجاد یک اجماع بین سیاسیون در درون است و بلینکن وزیر خارجه آمریکا نامه را عنوانی رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه آقای عبدالله فرستاد و گفت که شما مکلف یا ملزم ظاهرا به ساختن یک اجماع هستین در درون. فکر میکنین که اگر آقای غنی این شورا را ایجاد کنه
بتانه یک برگ برنده اجماع را در دست داره یا نه؟ من عرض کردم که بله ضرورت یک اجماع سیاسی به خاطر صلح و شدت محسوس است که من فکر میکنم با عدم حضور حکمتیار صاحب، با عدم حضور محترم صلاح الدین خان، با عدم حضور مارشال دوستم دیگه ای اجماع ظاهرا شکل نمیگیره و نمیفهمم که به هر صورت هنوز هم ما تاکید میکنیم به خاطر صلح ما به یک اجماع سیاسی که برخواسته از واقعیت‌های اجتماعی فعلی باشه ضرورت داریم، یک اجماعی که او را دنیا هم بپذیره و ای که دولت یک جلسه 60 نفره، 20 نفره، 30 نفره داشته باشه، من فکر میکنم تعداد افراد مشکل حل نمیکنه، کیفیت است که مشکل حل میکنه. به هر صورت موضع ما هست که دولت شورای که میخواید بسازه، نامش شورای عالی دولت میمانه، شورای تصمیم گیری میمانه، مربوط خودش است، تعدادش هر قدر که میخواید زیاد و کم کنه، حزب اسلامی در این شورا حضور پیدا نخواهد کرد. انتقادات در پای حضور گسترده نماینده‌های حکومت در شورای عالی مصالحه همی بود که شورای عالی مصالحه بیشتر حکومتی است و تصمیمات در محور منافع حکومت میچرخه، معاونین رئیس جمهور، مشاور شورای امنیت ملی، رئیس اداره امور و برخی موارد کسای دیگه. حالا این شورا هم انتقادهای مشابهی را داره، ترکیبی شورا بیشتر افراد نزدیک به رئیس جمهور از مشاورین گرفته تا معاونین و بقیه اعضا. بحث عمده با عنوان نقطه نگرانی پیش مردمی است که کاروان اجماع سیاسی درون و رفتن و بحث صلح تا چی میزان از در مسیر است و چقدر فکر میکنین که رئیس جمهور میخواهد با این روی کرد، صرف نظر از اینکه یکی دو سه نفره که شما نام بردین من جمله آقای حکمتیار در شورا باشه یا نباشه، بره به طرف یک اجماع حد اکثری به جامعه بین الملل؟ نمیفهمم تعبیر جناب شما از اجماع حد اکثری چیست. واقعیتی است که عدم حضور اعضای برجسته افغانستان در شرایط فعلی مطابق واقعیت‌های عینی جامعه نمیتونه نماینگر یک اجماع سیاسی در این طرف باشه. ولی به هر صورت من فکر میکنم یک شورا در سطح دولت خواهد بود، متحدان دولت در این شورا شرکت خواهد کردن، دولت حق داره همچه یک شوراهایی بسازد. ما این به فال نیک میگیریم که دولت بالاخره میتونه حتی متحدان خودم در یک شورا جمع کنه. اگر این کار شوه به نظر ما کار خوب است. ولی از دید ما اجماع زمان شکل میگیره که تمام نیروها و جهتهای مؤثر در شرایط فعلی، مؤثر سیاسی در اون حضور داشته باشه. ما فرصت خیلی اندک داریم، احتمالا در جولای سربازهای آمریکایی افغانستان را ترک میکنند و پیش بینی های یک وضعیت شکنند هم در درون از بود امنیتی است. فکر میکنید که فرصت ها از دست میره و بالاخره ما نمیتونیم یک مسیر درست را برای پیدا کردن صلح شکل بدیم یا نه؟ ما امیدوار هستیم که قبل از ماه جولای، من شخصا زیاد امید دارم که ما کنفرانس ترکیه را داشته باشیم. قبل از او مذاکرات غیر رسمی مهمی با طالبان صورت بگیره، حالا کجا صورت میگیره این بحث جداست. در کنفرانس ترکیه افغان ها بتانن به یک صلح و توافق برسن، به یک توافقنامه که در نتیجه از او ما صلح داشته باشیم، آتش‌بس پایدار داشته باشیم و حکومت انتقالی صلح تشکیل شود. خب اگر این کار شود، شرایط و فرصت برای تشدید خشونت ها و جنگ کمتر برابر می شود. در غیر از او اگر ما نتانیم به صلح برسیم و از کنفرانس ترکیه یک نتیجه بهینه و دست داریم، در اون صورت قطعا شما راست میگین، فرصت ها از دست میره و افغانستان وارد یک جنگ
خطرناک داخلی میشه. اگر آقای جریر، اگر شورا رسمیت پیدا میکنه از جانب جمهور و امران اعلام میشه، شما گفتین که آقای حکمتیار بایی نیست و شما گفتین که بدون صلاح الدین ربانی و آقای دوستم هم یه جمع شکل نخواهد یافت. حالا سه حزب سیاسی به قول شما در این شورا نیست، اما احزاب دیگه که به قول شما متحد حکومت هستند در این شورا هستند. فکر میکنین رئیس جمهور بدون حضور شما آهسته آهسته کارها را با طالبا ادامه بده، نشست غیر رسمی که شما میگین یا کنفرانس استانبول شکل خواهد گرفت یا نه؟ من فکر میکنم در رابطه با صلح نقش حزب اسلامی و رهبر بزرگوارش انکارناپذیر است، چه در مذاکرات قبل از مذاکرات استانبول چه در درون مذاکرات استانبول حزب اسلامی حضور خواهد داشت. ولی به هر صورت ما سعی میکنیم که از هر شرایطی تلاش میکنیم که به نفع صلح پایدار استفاده شود و کار به یک صلح پایدار بیانجامد. ما در گذشته شاهد شوراها در سطح دولت بودیم. بارها دولت شورای به نام شورای عالی دولت، شورای بزرگ دولت داشته که در اون متحدان دولت حضور داشتند. من فکر میکنم این تجربه نوی نیست، در گذشتم بوده، حالا هم خواهد بود. ما از این استقبال میکنیم که دولت متحدانش را و کسانی که لازم میداند در یک شورا جمع کنه و از اونا مشوره بگیره و مشورهشان توجه میکنه. این کار خوبی میداند. مسیر چیگونه قابل پیشبینی است لااقل در دایره کلانتر؟ آیا نشست ترکیه یا نشست استانبول شکل خواهد گرفت از دید شما یا نه؟ من شرایط آخرین شرایط که رصد میکنم، بله، دنیا در رابطه با صلح خیلی جدی است. ایالات متحده آمریکا فیصله کرده که افغانستان را ترک میکنه، اما در رابطه با صلح بسیار جدی است. کشورهای دیگر همچنان، همسایه های ما همچنان، کشورهای بزرگ دنیا، کشورهای زی علاقه به افغانستان، قطعا ما مذاکرات استانبول خواهیم داشت. قبل از اون تلاش ادامه داره که یک نشستی با طالبان، نشست غیر رسمی صورت بگیره، البته با بزرگان طالبان، که زمینه ساز باشه برای توفیق کنفرانس استانبول. اگر این کار شود و یک کار خانگی صورت بگیره، قطعا کنفرانس رئیس جمهور آقای جری، رئیس جمهور یک بازیگر بی‌بدیل در مانور بحث صلح در درون هست و ظاهرا تانسته که احزاب زیاد یا شخصیت های زیاد را در هماهنگی با خودش جمع بکنه، چی در شورای عالی مصالحه، چی در شورای احتمالی که به نام شورای عالی تصمیم گیری دولت ترتیب خواهد شد. شما از نقش آقای انکار ناپذیر آقای حکمتیار صحبت کردین. حالا اگر رئیس جمهور کانال را ترتیب داده یا ترتیب بده که از طریق قضی گفتگوها را در استانبول یا دوحه دنبال بکنه، شما چیگونه مانور خواهد کردین در بحث صلح؟ فارغ از بال دولت مستقیم با طالبان تماس خواهد گرفتین چیگونه؟ از نظر ما شورای عالی مصالحه موفقیت چندانی نداشته، کاری که به او سپرده شده بود به صورت درست انجام نداده، هرچند خب بخشی از دولت بوده. اگر شورای عالی مصالحه توفیق نداشته، گویا رئیس جمهور توفیق نداشته. به هر صورت ما کاری نداریم. اگر دولت بتانه مستقیم با طالبا و توافق برسه، ما استقبال میکنیم، مشکلی نداریم به این مسئله. ولی حزب جایگاه و نقش خود داره، میتونه به نیست پل از این جایگاه استفاده بکنه. و ما عرض کردیم که اگر در رابطه با صلح همکاری با نیاز باشه، حزب به این همکاری حاضر است. یک، ما هنوز هم بر یک طرح واحد از این طرف تاکید داریم، برازو هنوز هم تلاش میکنیم و هنوز هم به بودن یک اجماع سیاسی تاکید داریم. میشه که فرزن
رئیس جمهور در سطح دولت یک شورا عالی دولت حتما داشته باشه، ولی گاگای به خاطر هماهنگی و گویا تبادل نظر با اپوزیسیون میشه که یک نشست دیگه هم شکل بگیره، که از یک طرف دولت، از یک طرف احزابی که در اپوزیسیون هستن و از یک طرف شخصیت های احزابی که نه با اپوزیسیون هستن نه با دولت. چرا باید کار کنن؟ آقای جریر، به منظور چی؟ به منظور ایجاد یک اجتماع سیاسی برای صلح، به منظور رسیدن به یک طرح واحد صلح. حالا آقای غنی ممکن مدعی شود که غیر از حزب اسلامی ما همه را در کنار خود دارم دیگه. اجماع یعنی چی؟ اگه این کار باشه، اگه شده باشه، ما دعا میکنیم برش، ولی واقعیت ایست که میبینیم رسما شما مواضع رسمی جمعیت اسلامی رو شنیدین، شما دیروز موضع جنبش رو شنیدین، تا امروزی توفیق نداشته، ولی در هر صورت اگه دولت بتانه و کنفرانس ترکیه بره که میره، حزب اسلامی هم به کنفرانس ترکیه خواهد رفت و احزابی که در دولت نیستن اونا هم به کنفرانس ترکیه شرکت میکنن. ما سعی میکنیم کنفرانس ترکیه کامیاب باشه، از هر گونه تلاشی در این رابطه دریغ نخواهیم کرد. بسیار زیاد تشکر جناب آقای جریر از اینکه حضور یافتین، ممنونتان. همایون جریر عضو رهبری حزب اسلامی افغانستان از کابل بود که در ارتباط با چگونگی شکلگیری شورای عالی تصمیم گیری دولت صحبت میکرد. با ما آقای رحیم الله سیرت زدران، تحلیلگر سیاسی از هلند هم وصل هستند. خوش آمدید به شما را آقای زدران. پرسش خواست ما در ارتباط با چگونگی احتمال ایجاد شورا، فکر میکنین که یک مسیر مثبت در حال شکل گرفتن است یا نه؟ تاسو خپل نه کې هیلي او احترامات او تاسو له طریقې د افغانستان ویاړلي ملت ته او همدارنګه کومل مپ خبرونه کې ګډون لري خپل نه کې او احترامات وړاندې کوم. بدبختانه کوایو زه دې ته ډېر په تعجب یم. ما هر یو ستونزمنه خبره ده کله چې نړیوال تړونونه راخلمه، د ویستپیلیا د تړونونه چې هغه د سولې لومړنی تړون دی په اروپا کې چې په 1848 کال کې دغه تړون شوی دی، دغه تړونونه او همداسې د نړۍ نور تړونونه چې رااخلم او د افغانستان پړاو د دې تړونونو سره پرتله کوم، بدبختانه زه زما دپاره د تعجب او دردونکې خبره دا ده چې ولې تل موږ او تاسو نورو ته په تمه یو چې نور زموږ او ستاسو د سولې پړاو شروع کړي، نور موږ ته باید لومړی قدم پورته کړي. دغه اعتدال او دغه افتکار ولې افغانان نشي کولی؟ په 2020 کال د فبروري په 19 کې امریکا چې اصلا د طالب د ځپلو دپاره د افغانستان جغرافیې ته راغلې وه، د دوی افکار او ذهن او ټکنالوژي او نړۍ د دوی سره د طالب په ځپلو باندې اخته وه. نن امریکا راپورته شوه او د طالب سره یې سوله وکړله. ولې دغه افتکار افغانان په خپلو کې نشي کولی؟ موږ د 2020 کال د 19 د بورۍ د تړونه ولې په کور دننه موږ داسې یو اجماع رامنځته نه کړله؟ زما په اند باندې تر اوسه پورې زموږ سیاسون چې دي، د اقوامو، قبایلو، ژبو، مذاهبو او د شخصي ګټو د خوندیتوب په مدار باندې دوی سره ویشلي دي. نو زما په اند باندې یو بس چې ډېر خلک پورته ټکه ږدي، دا چې زموږ مشران استقلال دی دغه پریکړې نه لري او غالبا له استخباراتي کانالو سره نغښتي دي، ظاهراً هغوی دي چې دکتې کوي څه باید وشي. اما بس دا ده چې په کورني ډګر کې هڅې کېږي، یا د امریکې د حکم پر اساس، د امریکې د بهرنیو چارو وزیر د لیک پر اساس، یا د یو ضرورت پر اساس فکر کوي چې دغه احتمالي شورا چې ولسمشر غواړي جوړه کړي، دا یو ښه مسیر دی د سولې په لاره کې کنه؟ زما اند دا ده چې دا هیڅ وخت ښه مسیر نشي کېدلی. ښه مسیر به هغه وي، ګوره که اساسا موږ دغه شورا د جوړښت په اړه باندې خبرې کوو،
دلته یوازې هغه 15 افراد یا 14 یا 15 افراد چې هغه مستقیما د دولت د رسوخ لاندې دي او دولت یې ته معاشات ورکوي او هغه تقریبا د شل کلن ناورین یا بدبختیو یو اساس یو بنسټ دی. ته څنګه کولی شي چې هغه اشخاص د دې ناورین اصلي یوه برخه وه یا منشا یې وه یا اساس یې و یا بنسټ یې و هغه راپورته کړي بیرته یې د افغانستان د سولې د رهبریت په شورا کې هغوی ته دنده او مسؤلیتونه ورکړي او بله دغه شورا چې ده مستقیما د رئیس جمهور تر قیادت لاندې به وي. ګوره دغه شورا خپلواکه نه ده، دوی په خپله پرېکړې نشي کولی، دوی په خپله تصمیم نشي نیولی، دوی مستقیما د په خپله د مذاکراتو دپاره اجنډا نشي جوړولی. زما په اند باندې دغه شورا جوړېږي که نور مثالونه یې درته راپور په سودان کې چې دا اوسنۍ جګړه راپورته شوه هلته د ملت او د پاوز یوه مشترکه شورا را جوړه شوه او هلته یو موقت دولت یا موقته شورا جوړه شوه. دغه واک او صلاحیت یې واخیستو او د انتخاباتو دپاره یې ټاکلې موده وټاکله چې څه وخت به د انتخابات وشي. زما په اند باندې دغه شورا چې ده لکه څنګه چې اوس د حکمتیار دریز و همداسې د جمعیت مسیر دی، بیا موږ او تاسو د ویشلو د رایزو په مسیر باندې روان یو. دغه د بدبختۍ او د وخت د تېرولو یا د وخت د ضایع کولو ډېره زیاته مننه ښاغلی ځان بېرته تاسو ته راګرځو. موږ سره ښاغلی رحماني له امریکې نه هم وصل شوی. بسیار خوش آمده میگم شما آقای رحمانی. پرسشون خواست ما در ارتباط با چگونگی احتمال ایجادی شورا، رئیس جمهور احتمالا این شورا را اعلام بکنه و این شورا مشوره دهنده خواهد بود برای رئیس جمهور و تصمیم هایی را رئیس جمهور در قبال بسول خواهد داشت. فکر میکنین که اجماعی را که بلینکن با وزیر خارجه آمریکا برای جمهور گفته بود و برای شورای عالی مصالحه، رئیس جمهور تانسته که او را شکل بده با عنوان یک سند بر او نگره؟ سلام به شما میندایدان و با نهایت مذرت من از بین موتر صحبت میکنم و به یک جای هستم، نمیفهم چقدر سیگنال درست است. خدا کنه شما درست صدای من را بشنوید. ببینید سر اگر از شکل ظاهری مثلا همیشه بگذاریم، معمولا حرکاتی که فعلا در کابل داره شکل میگیره یا در امی حداقل دو سال پیوسته سر از کار میکنند، پیوسته دولت در حمایت با امریکا و یک از حامی های دولت که در سطح بین‌المللی هستند، کوشش نهایتشان این است که تا حد امکان یک ساختار را شکل بدن که در او بتانند طالب ها را بیارند در ساختار نظام یا در یک چارچوبکات سیاست، مگم در این زمان تمام میدان برشون نبازند. حال ایجاد تمام مسائل مثل یک شورا یا مثل تمام اداره سال و وزارت سال و تمام چیزهایی را جور میکنند، تمام از این مثلا کوشش هایی هست که اینا تا حد امکان کوشش میکنند برای مثلا آوردن یک همایش سیاسی جدید که در او تا حد امکان از نیروهای سیاسی گذشته یک شکل از قدرت بمانه، تمام زحمت به می خاطر است. من فکرم امریکایی ها بسیار زیاد کوشش دارن دولت را کمک بکنن تا حد امکان که حد وسط بیافت، یک حد را که احتمالا قدرت 50% به یک شکل از اشکال کنار بین، ولی اکثر و صحبت هایی که تا حال من دنبال میکنم یه از خصوصا بین امریکایی ها و دولت که امریکایی ها پیوسته اینطور نگران هستند و تشویش هستند که دولت اضافه خواهی میکنند و به مو خاطر هم اعلان کردند که ما مکمل میبراییم و من فکر میکنم یک تعداد از قدم هایی که حال گذاشته شده ریست بسیار زیاد در جواب به این پالیسی است که امریکایی ها گفتند خب در نهایت ما میبراییم شما اگر ما خواهی آقای رحمانی یک بحث دیگه هم در وسط از یک بحث جزم گرایانه در ارتباط با موقف طالبا که همیشه حکومت روی از او انگشت میگذارن. طالبا حد اکثر میخوان یا همه را میخوان، مخصوصا در بحث گفتمان سیاسی. حالا فکر میکنین که این تاکتیک مذاکره برای گرفتن امتیاز بیشتر است یا واقعا اختلافات به حدی است که سازش یک مقدار ناممکن شده از شما؟ ببینید مذاکره خصلتا به شکلی میباشه که شما طرف مقابلتان هم میبینین که به کدام مسیر روان است. هر قدر طرف مقابلتان اضافه خواهی میکنه شما چاره ندارین به جز از این که او شما هم اضافه خواهی بکنین. ما اگر به یادتان باشه طالب ها در شروع به اصطلاح همی بلند شدن مذاکرات سال، خصوصا وقتی که امریکایی ها برشان گفتن که به جز از این که با دولت مذاکره کنین رای ندارین، در یک مقطع از زمان
اونا تقریبا هم سیگنال دادن هم آمادگی خود نشان دادن که باید تشریک قدرت با تمام نیروهای سیاسی ما کنار میایم برای یک ساختار جدید. و اولین اونمون نکته بسیار جالب بود که دولت در اونجا شروع کرد اونجا تقریبا یک صلح یک طرف هم شده بود یک آتش بس نیم جان. در اونجا دولت بر اولین بار شروع کردن عملات و گفتن که ما پس عملات شروع میکنیم و موقفشان چنین بود که طالبان مشروعیت ندارن، مردم افغانستان اینا رو نمیخواه. رئیس جمهور دمی چند روز هم سه بار طالب ایره در جای مختلف یاد میکنه که مردم افغانستان طالبان رو خوش ندارن، اونا مشروعیت ندارن، ما تمام قدرت میخواهیم. شما ما خودت هم که در جای طالبان باشیم وقت طرف میچیره همین موقف رو بگیره، شما هم همین موقف رو میگیره. خصوصا چیزی بسیار عمده بسیار عمده برای مردمی است بدانند که وقت حامی اصلی دولت امریکایی ها برشان میگه که یا کنار بیاین یا ما میبریم، معنایشی است که امو حامی هایشان هم امرایشان به عذاب میشن که شما دو سال زحمت میکشیم طالبا رو میاریم تا میز مذاکره، ولی شما با همه خواهی تا اونا رو مجبور میسازید تمامیت خواهی بکنن و این رفتن به معنای رفتن به جنگ است. از اون خاطر تصور ما این است که آنچه همی فعلا هم جریان داره گوشه از تلاش های امریکایی هاست تا دولت از این موقف همه خواهیش پایان بره. اما تصور در بیرون حتی در طرف طالبان همی است آقای رحمانی که دولت و در رئیس جمهور توان حداقل الف گفتن هم در برابر امریکایی ها نداره، و هرچی خواست تا بالا را قبولان بالای رئیس جمهور و هرچی بخواهم می قبولانه و رئیس جمهور ناگزیر است تمکین کنه. فکر میکنین که یک تصور واهی است در بیرون یا رئیس جمهور واقعا استاده در برابر امریکایی ها؟ با این تصور واهی نیست، ولی به اون شکل هم که تصور میکنن که مکمل سر دولت هم امریکایی ها کنترل داره، این هم درست نیست. شیوه امو تاکتیک کار به شکل است که دولت به صورت طبیعی معاون رئیس جمهور خود رئیس جمهور پیوسته سیگنال میدن که ما همه چیز میخواییم، شما یک نیروی شورشی هستین در مقابل مردم جرم کردین میبخشیم اتون بیاین، به این شکل صحبت میکنن. ولی بعد همیشه از گذشته طالبا صحبت میکنن، از حرفایی که در گذشته شده، معناش این است که شما هنوز مجرم هستین. ولی منتها امریکایی ها شیوهی که به حرفشان بر دولت تحمیل میکنن یا نفوذشان به شکل است که یا سرشان پول قطع میکنن یا سیگنال دیپلماتیک میدن و اگر دوش نشد میگن خب حمایت نظامی را قطع میکنیم. و ما شاهد عرصه زیده میتول یک سه چهار ماه آخر بودیم. امریکایی ها هم اول گفتن که پول قطع میکنیم، رئیس جمهور برآمد گفت هیچ ما ضرورت نداریم با خود ما پیسه پیدا میکنیم. بعد از او سیگنال دادن که جدی ما اگر شما کنار نبین، اون مکتوب بود که باز فاش شد در تمام رسانه ها، او به او هم تمکین نکردن، بنان امریکایی ها تصمیم گرفتن که ما ببریم. و این تصمیمشان اگر دولت محکم بگیره موقف خود، هنوز هم که ما تمام قدرت نمیخوایم، امریکایی ها چاره ندارن به جز اینکه طالبان را بگن حالا برین از بیششان به زور بگیرین. از اون خاطر مشکل بسیار جدی که ما امروز در افغانستان داریم امی عدم دانایی و درایت سیاسی است که هنوز هم نمیفهمند که قدرت یک چیزی نیست که شما پیوسته بهش بچسبین و بگوین به هر شکل از ما باید باشه، مال دنیا سر بالا میره سر پایان پروا نداره. قدرت یک چیز، یک پدیده عجیب و غریب است که برش یک علم جور شده به خاطر از مدیریت ازی و از خود راه و روش داره که چگونه ایره به اصطلاح مهار بکنین، چگونه نگاه بکنین، چگونه انتقال بدین برای کس تا زندگی در جامعه یک ثبات خود نسبی خود نگاه بکنه. متاسفانه نمیدونن و پیوسته میرن به این نقطه‌ای که ما همه چیز میخوایم. تصورشانی است که اگر ما همه خواهی بکنیم شاید در نهایت اینمی طالب ها مجبور شوند به تسلیم شوند، ما امریکایی ها در نهایت امرای طالب ها از امرای طالب ها که امرای ما بهتر است. درک نمی کنند که برای امریکایی ها افغان ها تقریبا همه یکی هستند، خصوصا وقتی که میرسه بر منافع بسیار بزرگ استراتژیک و نظامی. هر کسی که در افغانستان بهترین ثبات یا با کمترین هزینه را به وجود بیاره برای امریکایی ها بهترین پارتنر حساب میشه. از امو خاطرم است که امرای طالبا صحبت میکنند، در غیر از او اگر طالبا مثلا از تمام عرب هایی می بود از آسیای میانه که جز القاعده بود احتمالا این صحبت صورت نمیگیره. بنان هر چی زودتر، من فکر میکنم آخرین نکته می خواهیم بگویم همین است که هر چی زودتر اگر سیاسیون درک بکنن که ما به جز کنار آمدن راه حل نداریم، من فکر میکنم این جلسات شوراها زیاد بسیارش کار نیست.
تمام از این به اصطلاح راه زدن است که ما یعنی چانه زدن است که ما نمیخوایم تمام قدرت بدیم یا مثلا میگن که ما انتخابات زودنگام میکنیم. خب همه میدونه یکی از شیوه های گفتن است که ما قدرت ایران میکنیم، ولی اگر قدرت اینا نکنن ما میخوایم امیر یک چندین بار تکرار کنیم بازم تکرار. این بحث جدی است که آقای رحمانی جواب بحث جمع بکنیم چون فرصتم کم است. با آقای زدران سب که ولسمشر وغواری په دې شکل چې کاغلی رحمانی په نیوکه وکړه یا حداقل ونه توانیږي چې واقعي اجماع رامنځته کړي د سولې په اړوند مسیر کومې لور ته ځي؟ هره ورځ ځینې ولسوالیانې سقوطیږي طالبانو لورې، فکر کوي چې وضعیت به له کنټروله وځي که نه؟ ټکی غواړم د رحماني هغلی رحماني خبرو ته اشاره وکړم چې دلته د طالب په وړاندې ګوره یوازې نظام نه دی ولاړ، دلته باید د ملت خبرې هم د یاده ونه باسو. یوازې اوسنی حکومت نه دی چې د طالب په وړاندې ولاړ دی، دا یو د دې دپاره پیاوړی دریز ما په ان باندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا مکمل دریزونه پراته دي، لیکنې او هلته منشورونه پراته دي. دا یو دریز، هغوی تروریستان دي او د دې افکارو نه باید موږ او تاسو نه موږ انکار کولی شو نه نړیوال. رازم ستاسو د سوال جواب ته، اساسا دغه روانه جګړه چې د افغانستان کې د سیاسي قدرت د ویش په خاطر ده، نه مذهب دی نه ملت دی نه اشغال دی، اصلا د سیاسي قدرت منشا او بنسټ د روانه جګړې د سیاسي قدرت د ویش دی. دلته د غنی په ګډون د افغانستان ټول سیاسون مجبور او مکلف دي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو دپاره یوه سیاسي اجماع رامنځته کړي چې هلته د اساسي قانون تعدیل او د سیاسي زادران دا یو پیش وړاندیز دی، دا یو نظر دی، دا یو ایدال ټکی دی، عملا هغه څه چې روان دي دغه یو اساسي دی د نړیوالو مذاکراتو اساساتو او د منشاو په اصول باندې. هم یې دریز بولم او هم یې وړاندیز بولم. زما په ان باندې دلته که سیاسي اجماع رامنځته نه شي، نو تاسو اوسنی د لغمان د هلمند حالات وینئ، ورو تر رو غربیان هم نور د افغانستان د رحماني صاحب سره زه همغږی یم، غربیان هم زموږ او ستاسو د روان بحران او د کړکېچ نه ستړي دي. که چېرته په افغانستان کې کور دننه د سیاسي قدرت د ویش دپاره اجماع رامنځته نه شي، نو دغه هم د ملت دپاره او هم د ولس دپاره د غني په ګډون د نورو سیاسونو دپاره دغه د بدبختۍ او د ناورین او د مصیبت غږ دی. ډیره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی زدران لدل چې موږ سره اوس ویا. تشکر از آقای رحمانی. با ما محمد اکرم خپلواک مشاور ارشد رئیس جمهور و معاون شورای عالی مصالحه در بحث هستن. اما قبل از یک وقفه کوتاه بیا کرا لاست موږ سره محمد اکرم خپلواک د ولسمشر د سیاسي چارو کې مشاور او د عالی شورا د مصالحې عالی شورا مرستیال وصل دی له کابل نه. ښه راغلاست وایو ښاغلی خپلواک. تاسو ته لومړی پوښتنه، دا شورا جوړیږي لسته اعلان شو، ستاسو تعریف له دې شورا نه او د ده شورا فرق له د مصالحې عالی شورا سره؟ مننه تاسو ته درناوی. تر اوسه پورې لا لست اعلان شوی نه ده او لست نهایي شوی ده د مشورو په جریان کې. دا شورا د دولت د عالي شورا تر نامه لاندې چې په ټولو ملي مسایلو به د ګډ مشورو بحثونو وروسته مشترک تصمیم نیول کیږي. په دې کې به تنها د سولې بحثونه نه بلکې ټول هغه ملي موضوعات چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې او د ملت لپاره مهمه او اساسي وي، د ملي مسایلو او لویو موضوعاتو په اړوند به په دې کې بحث او خبرې کیږي او بیا به مشترک تصمیم نیول کیږي. دا شورا صلاحیت هم لري که یوازې مشورې ورکوي؟ دا شورا به د افغانستان د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې په ټولو ملي مسایلو باندې بحث او مشورې کوي او په نهایت کې به مشترکاً د ګډ تصمیم په جریان کې تصمیم نیسي چې ولسمشر به د اجرا لپاره مربوطه ادارو ته هدایت کوي. یعنی دغه شورا تصمیم نیونکې شورا ده، هغه ګنګوسې چې د شورا په اړوند روانې دي چې ولسمشر به یا تصمیم نیسي یا به یې ردوي، دا هغه افاد دي او
بلاخره دغه شورا به با صلاحیت وي واره پریکړه کوي رئیس جمهور به هغه اجرایی بله مشترکاً تصمیم بنیسی د افغانستان په ملي مسایلو کې په لویو مسایلو کې منتها په دې کې هغه مربوطه قوانینی اجرات چې د ادارو دي او د حکومت روزمره چارې دي په یوه کې دوی بحث نه کوي او د مداخله هلته بحث نشته فقط په لویو ملي مسایلو کې مشترک تصمیم ده او د تطبیق لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره له ټولو نه مهم او حیاتي دي په یوه کې به ګډ تصمیم نیسي لوی ملي مسایل یعنې څه خارج لوی ملی مسائل د سولې مسله لوی ملی مسله ده موږ یو نوی فصل ته په نړیوالو د سیمه ییزو روابطو کې داخل شوي یو د افغانستان د جنگ د ختمېدو دا یو لوی مسله ده دا ټول هغه مسایل دي چې په دې کې به د دې لپاره موږ یو بله شورا هم درلودل همدغه افراد په هغه کې شته د سولې عالي شورا اوس د ده فرق او دقیقه څه ده نو که تمرکز یوازې په دې ده ما مخکې درته ویلې چې د افغانستان نوی فصل د روابطو چې هغه د مسالې شورا په چوکاټ کې نه ده هلته فقط د سولې په اړوند باندې بحثونه کېږي په دې کې به له هغې نه فراتر په نورو ملي موضوعاتو باندې هم ګډ تصمیم او بحث کېږي لوی مسایل تاسو بیا خلاصه کړه په د سولې په موضوعاتو د جګړې په ختمېدو د مسالې عالي شورا غیر له دې نه کوم بل کار هم لري کله چې دا د جناب جمهور رئیس تر مشرۍ لاندې وي لوی فرق به همدا وي چې دلته به خپله جمهور رئیس په دې مسایلو کې شریک وي او مشترک تصمیم بنیسي نو د دې شورا په وجود به د مصالې عالي شورا څه اهمیت ولري تاسو باندې د مصالې عالي شورا د سولې ټول هغه مسایل چې پورې مربوط دي په هغوی باندې به کار کوي او د هغوی ډېر مسایل به همدې شورا ته راوړل کیږي او دا به د نورو هم نهادونو مشورې اخیستل کیږي او دلته به د یو مشخص ایجنډا له مخې په هغو ټولو موضوعاتو بحث کیږي د مصالې عالي شورا به د دې شورا د دارالانشا په صفت کار کوي که یو موازي ادرس ده نه قطعا فیاض ما مخکې وویل چې د مصالې عالي شورا وظایف مشخص دي معلوم دي او د دولت عالي شورا وظایف مشخص او معلوم دي چې په دې کې به د قاضي القضات په شمول ځینې کسان چې په هغه شورا کې نه دي خپله جمهور رئیس دا ټول شامل دي دغه بحث یو څه ګونګ دی لا اقل زه اقنا نه شوم خپلواک صاحب چې د مصالې عالي شورا هم شته ښاغلی عبدالله هلته کار کوي د سولې په اړوند او د دولت عالي شورا شته دوی به هم د سولې په اړوند کار کوي اوس فرق دی دو دغه تناقض دی کار دوی به کوم کارونه کوي مشخصه دوی به کوم کارونه کوي لاقل پس ما مخکې د پټولې سوله یو بحث ده په تور د مثال منګ د سیمې د هوادو سره د نوی فصل په ایجادولو سپره دا بل بحث ده لړ مثال به وکړو پاکستان سره د نوی روابطو په اړوند باندې څه کوو مثلا د امریکا د متحده ایالاتو د خارجي قوو د وتلو نه وروسته په دا ټول هغه مبحث دي چې دا په مصالې شورا کې بیا نه دي شامل دا په دغسې یو عالي دولتي شورا کې به په دې بحث کېږي بهرني سیاست اعمالول یا لقم تصمیم نیول په دې اړوند بله په یوه د افغانستان د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د ټولو سیاسینو مشورې او نظر او بحث اخیستل او هلته مشترک تصمیم په دې ټولو موضوعاتو باندې شامل ظاهرا د دغه شورا جوړېدل تر ډېره بریده د سولې په اړوند ځانګړې شوي دي مخصوصا سیاسي عذاب چې تر حدوده پورې ناراسه وه اما لویه پوښتنه بیا هم دا ده چې که د نورو مسایلو تر څنګ تمرکز بیا هم په سولې کېږي د دې شورا په چوکاټ کې لا اقل پرېکړې به د ده شورا او د مصالې د عالي شورا په کومو مواردو کې وي د مصالې عالي شورا به ځانګړې توګه په کوم کومو برخو کې کار کوي او دا به په کومو برخو کې کار کوي که موږ ځان نه پوهیو خو هغه بله خبره ده ما کافي معلومات درکړل کله چې سوله زموږ اولیت ده سوله به زموږ اوله ایجنډا وي کله چې خپله جمهور رئیس د دې عالي دولتي شورا په راس کې وي دا خپل ځانګړی نه ده فقط فرق دا ده چې غلطه ډاکټر عبدالله ده او دلته ښاغلی غنی بله بس ګوره ما درته ټول موضوع تشریح کړل زه پوه نه شوم ډېر عمومي تشریحات فکر کوم چې زموږ لیدونکو به هم نه پوهېږي ښاغلی عبدالله د سول د مصالې عالي شورا په راس کې دی تاسو مرستیال یاستئ او دا شورا هم جوړېږي دا دواړه د سولې په اړوند کار کوي کوم کارونه به ښاغلی عبدالله کوي د مصالې عالي شورا په چوکاټ کې کوم کارونه به دوی کوي فیاض ما درته توضیحات درکړل چې سوله یو بحث ده دا مختلف ایجنډا لري مختلف لوی مسایل دي دا چې تی په بل ډول تعبیرې زما پوښتنه خپلواک زما پوښتنه مشخصه د سولې په اړوند ده سوله لا اقل یو بحث ده
او یو عمده باسته نور موارد سپریدم شو دی عالی شورا دی دولت په نور موارد کې کار کوي لاقل د سولې په اړه وند کوم کارونه د مصالحه عالی شورا کوي کوم کارونه بدا کوي د سولې په اړه د سولې عالی شورا موضوعات معلوم دي د افغانستان د ملي اجماع راټول په سولې باندې د مذاکراتي پلاوي سره مشترک کار کول د سولې لپاره د ترویج او د سولې لپاره تبلیغاتي برخي هغه ډیر یو بحث چې مختلف کمیسیونونه لري مختلف کمیټې لري چې د افغانستان په سطح په ټول مسایلو باندې دخیل ده دلته په لوی یو مهم او اساسي مسایلو چې دلته راځي کیږي په یغي به د افغانستان په سطح باندې د دولت د جمهوریت په سطح باندې په تصامیم نیول کیږي او بیا به اجرا کیږي لوی مسایل یعنی څه کوم مسایل ما خودر ته ورور تشریح کړل دا چې تاسو خپل نشي اخیستلای نو هغه زما ګناه نه ده ما خودر ته دا موضوعات تشریح کړل چې دغه سوله تاسو تاسو وایي چې د مصالح علي شورا به تبلیغاتي کار کوي اجماع به رامنځته کوي او دلته اجماع رامنځته شوی ده تاسو وایي چې په لوی موارد کار کوي دا ډېر یو لوی ټایټل دی سول په اړوند لوی کارونه یعنی څه که ته ځان نه پوهې خو بله خبره ده ستا خپل مشکل د ځان نه پوهولي په تور د مثال دلته راځو من بحث د سولې اساسي موضوعات داخل کیږو د جنگ او د سولې په موضوع بحث کوو د سیمې د هیوادو سره په څه ډول روابطو باندې دا ټول هغه موضوعات دي چې لویو مهمو تصامیمو ته چې کله رسیږو دغسې یو مرجع ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې ضرورت ده چې من په اسانه د وخت او د تقاضا په نظر کې نیولو سره په سرعت سره مهم ملي تصامیم ونیسو او بیا د تطبیق لپاره عملی اقدامات دا شورا به له مصالح علي شورا نه د سولې په اړوند باصلاحیته وي بله دا د دولت په سطح ده د اسلامي جمهوریت په سطح ده په ډېره لوړه سطح ده او په دې کې به د ټولو مشورې او نظرات شامل د سیاسي احزابو ځینې مشرانو وارد مخه خپل عضویت رد کړی دی دلیل دا دی چې دلته تر ډیره بریده پورې حکومتي غړي شته او دا شورا حکومتي ده او بلاخره صلاحیت به هم نه لري تعداد هم زیات دی ښاغلی حکمتیار نشته ښاغلی صلاح الدین رباني خپل موقف او ښاغلی دوستم سره فکر کوي چې که دغوی نه وي بیا هم یوه ستونزه شته د اجماع په اړوند که نه جنبه شمیلی په دې کې اشتراک کوي او دا د دولت په سطح ده تنها حکومتي شورا نه ده د اسلامي جوهرت په چوکاټ کې ټول سیاسي ګوندونه عذاب شته ده دوه محترم شخصیتونه جناب حکمتیار صاحب او جناب ربانی صاحب یغوی د خپلو مسایلو په اړوند باندې د حزبي مسایلو په اړوند باندې خپل موقف لري چې موږ ته درناوی وړ دي هغوی به هم په داسې تصامیمو کې چې د یو خاص میکانیزم له لارې به وي لکه نور د ملت ټول برخې شریکیږي دوی ته به هم په دې اړوند باندې خاص میکانیزم ایجادیږي او موږ یغوی ته هرکلی وایو من د یوې څخه تقاضا کړې وه خاص میکانیزم یعنی څه ښاغلی پلوک اشتراکي به په دغه یو شورا کې اشتراک وکړي مګر د یوې غوښتنه ده چې د شورا د تعداد په اړوند باندې چې یوې باید په یو محدود حلقه کې وي موقف دا چې من کله د افغانستان د اجماع خبره کو د ټولو خواوو د ټولو جهاتونو د اشتراک خبره کو او د واحد تصمیم خبره کو هلته باید حد اقل د افغانستان د خلکو استازیتوب وکولی شي ښاغلی صلاح الدین ربانی او ښاغلی حکمتیار سره به د خبرو در پرانیزی وي او هغوی به بیا رابلل کیږي که نه دا شورا به پرته له کار د خپلې دمه هغه ښاغلی حکمتیار صاحب او ښاغلی رباني صاحب د افغانستان مطرح جهتونه او شخصیتونه دي او د هغوی د افغانستان په سولو ټولو قضایو کې د هغوی موجودیت ضروري ده دوامدار به د هغوی سره لکه د افغانستان د نورو قشرونو احزابو په ډول باندې مشورې مصلحتونه او نظریات اخیستل کیږي هغوی سره به هم په دې اړوند باندې دا دروازه پرانستی وی او دیگوی مسلم حق ده د جمهوریت معنا هم ده او انشاءالله دغه بحث به دوامدار وي د سولې بحث تر یو اندازې پیچلی شوی دی او مخکې میلمنو ډېرې نیوکې درلودلې مخصوصا د حکومت په موقف باندې چې یو واضح او روښانه موقف تر اوسه پورې د اجماع په اړوند نشته او حکومت غواړي چې خپلواک وغځوي یا حکومت غواړي چې زیات امتیاز واخلي د سولې په چوکاټ کې ځینې اندېښنې هم دا دي چې ممکن هغه احتمالي ناسته چې په استانبول کې هغه به ونه شي او بالاخره مسیر ځي کورني جګړې پلو تاسو د مذاکراتو څرک وینئ طالبانو سره دا شورا به جوړیږي
اولویت به ایسی وی و څومره ممکنه ده چې بیرته مسیر ته راشو دي سولې د اسلامی جمهوریت موقف د سولې پاړون باندې ډیر واضح ده او پرستوي کې جمهور رئیس د مختلفو لارونه د سولې پاړون باندې د اسلامی جمهوریت موقف ډیر په وضاحت او صراحت څرګند کړی هم د مذاکرې پاړون باندې هم د یو موافقه سیاسی موافقه پاړون باندې هم د یو داسې دورې پاړون باندې چې موږ بیرته انتخابات ته بوزي چې دا اوږد بحث ده په دې کې د جمهوریت موقف ډیر ښکاره او واضح ده له بلې خوا موږ په دې معتقد یو چې د جمهوریت واحد صف موږ کولی شو چې هم د طالبانو سره په دې برخه کې کومک وکړو چې بالاخره یو واضح نتیجې ته ورسیږو او په دې مطمئن یو چې د دغسې عالي شورا ایجادول به د دغو اندېښنو او تشویشونو لپاره هم مؤثر ثابت شي چې موږ په سرعت سره ځینې اقدامات واخلو او تصمیمونه په ډیر لنډ وخت کې د ټولو په اشتراک او مشارکت باندې ونیول سي تر څو پورې چې اصلي هدف چې د افغانستان خلک غواړي او پایدار عادلانه سوله د هغې ته ورسیږو انتقادونه اکثرا دا دي چې حکومت وارد مخه خپل هغه سره خطونه را کاږي ټاکنې به کیږي د ټاکنو له لارې به قدرت انتقالیږي یا نور موارد چې ډېر دو سره نغښتي دي او دا انتقاد ظاهرا په دې دی چې ولې دغه مسایل مخکې ترسیمیږي دا خطوط ترسیمیږي د مذاکراتو میز کې دانه مطرح کیږي فکر کوئ چې بدیله لار هم شته غیر له دنه که نه د افغانستان اسلامی جمهوریت جمهور رئیس او په ټوله کې د افغانستان دولت مکلفیت لري چې د ملت په استازیتوب باندې ځینې موقفونه باید ډېر واضح وي د ټاکنو موضوع تاسو وکړه دا ټاکنې په دې معنی نه دي چې دا ټاکنې سبا وسي ټاکنو اصل باید د جمهوریت اصل باید ومنل سي که د جمهوریت اصل ونه منل سي زعامت په ملت پورې مربوط نسی او د ملت اراده تمثیل نسی نو هر ډول سوله به بیا نتیجه نه ورکوي دا هغه موضوع ده چې ټول ملت غواړي او ټول خلک غواړي دا په دې معنی نه ده چې همدا جمهور رئیس بلکې موږ او تاسو که په دې باندې په اول کې نتیجې ته په اوسدي اصولو کې ونه رسېږو چې کسره خطونه اوس راکاږل کېږي که غلط خپلواک کسره خطونه اوس راکاږل کېږي مذاکراتو مېز کې به کوم موارد باندې خبرې کوئ ګوره دا سرخط نه ده دا هغه موضوع ده هغه موضوع ده چې د ټولو افغانانو مشترک غوښتنه ده چې ستا په شمول باندې د هر افغان چې د دوی مشر دی د دوی د ارادې سره سم وټاکل سي که دا سرخط وي او تاسو ته ملت ری قبول وړ نه وي خو بیا به لاړ سو شاهي نظام ته یا اماراتي نظام ته یا یو بل نظام ته من همدا وایو چې ملت غواړي چې دوی خپله اراده تمثیل کړي او هغه چې په کوم میکانیزم یې هغه بېله خبره ده دا یو اصولي بحث ده او که په دې اصولي بحث کې موږ دې نتیجې ته ونه رسېږو هیڅ ډول سوله به نتیجه ورنه کړي آیا د شورا د ایجاد نه وروسته وړاندوینه شته پلان شته چې په کوم مواردو به اولویت کېږي په دې شورا کې که نه لومړنی ایجنډا باندې بحث روان ده د لیست چې نهایي سوی ده بحث د طرزالعمل په اړوند باندې بحث د جلسې د تدویر په اړوند باندې او بحث د لومړنۍ ایجنډا په اړوند باندې د مشرانو سره روان ده او دا ایجنډا به د مشرانو سره په موافقه باندې تعینېږي فکر کوم چې لومړنۍ ایجنډا به هم چې د افغانستان د خلکو اولیت ده هغه د سولې ده او خو موږ اوس مخکې له وخت کې نشو ویلی دا به د دوی په مشوره او د دوی په موافقه باندې تعینېږي ځکه چې دا شورا د ټولو په مصلحت باندې په ایجنډا باندې بحث کوي او زه مطمئن یم چې مشران به لومړنۍ ایجنډا د سولې تعینوي ډېره زیاته مننه کور مودان ښاغلی خپلواک اکرم خپلواک د ولسمشر سیاسي سلاکار او د سولې عالي شورا مرستیال و چې له کابل موږ سره غږېده مننه له ښاغلي زدران را له ښاغلي رحماني نه همدارنګه له ښاغلي جري نه له تاسو لیدونکو نه تر بیا لپاره Thank you.